this food. شهری که هم طلوعش زیباست و هم غروبش در کنار رود دس. این آرامگاه، آرامگاه نخستین شهریار ایرانی پس از اسلام است، یعقوب لیث صفاری، مؤسس سلسله صفاریان، کسی که در اواخر عمر با موفق بالله خلیفه عباسی به مقابله پرداخت و تا پایان عمر صلح عباسیان را نپذیرفت. از سال ساخت این آرامگاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به طور کلی این سبک گنبدسازی در منطقه خوزستان رواج داشته و نوعی معماری بومی است. اینجا بازار دسفول است، جایی که بسیاری از صنعتگران و هنرمندان دسفولی تولیدات خود را عرضه می کنند. خراطی یکی از صنایع دستی قدیمی شهر دسفول است و ظرافت آثار خراطی این شهر مثال زدنی است. هنری که نسلاً در نسل از پدران به پسران تداوم یافته. در کارگاه 40 کیلو آرد سفید قنادی را در دستگاه می‌ریزند. بعد از آن ظرفی که کیل 20 کیلویی است را پر از شکر می‌کنند و 20 کیلو شکر را هم به آرد اضافه می‌کنند. سپس یک لیوان سرپر به کینگ بود. پس از آنکه مواد اولیه کمی با هم مخلوط شدند، نوبت به افزودن روغن می رسد. 14 کیلو هم روغن. روغن باید خوب داغ شود تا شکر را در خود حل کند. زیره‌ها از قبل شسته و خشک شدند. شاگرد قناد برای این مقدار مصالح حدود 1 کیلو هم زیره می‌ریزد. گرم خمیر مایه، 2 کیلو هم آب. آب را خرد خرد می افزایند تا خمیر شکل بگیرد.
امیر میبایست یک دست و پفکی شود. شاگر چند تکه بزرگ از خمیر را بر روی میز کار میبرد. و اکنون چانه‌گیری آغاز میشود. در قدیم توسط بانوان دستگولی و در خانه پخته می شده است برای جشن ها، اعیاد و میهمانی ها. اما امروزه کارگاه های زیادی در سطح شهر این شیرینی را طبخ می کنند. حدود 2 کیلوست و استادکار ابتدا آن را با وردنه پهن می کند به قطر تقریبی 0.5 سانتی متر. سپس استادکاری دیگر با وردنه دندانه دار به آن بافت می دهد. این کار برای بهتر پخته شدن شیرینی لازم است. چانه های پهن شده را یکی یکی در سینی های مخصوص آتشخانه می گذارند. اما این پایان کار نیست. شاگرد شروع به برش زدن می کند. برش هایی که شکلی چهارگوش به شیرینی می دهد. و اکنون مرحله آخر، پختن شیرینی. آتشخانه به حرارت 220 درجه سانتیگراد رسیده و آماده است. پس از حدود 15 دقیقه شیرینی پخته و آماده است. دسکولی ها به آن کلوچه شکری می گویند. کلوچه سنتی که یادگار مادران دسکولی است. شیرینی ساده و خوشمزه با طعم زیره. کلوچه شکری دسکول سوغاتی این شهر در ایام عید نوروز است.